بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. وصلى الله على سيدنا أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم فمخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. اگر کسی از شما سوال کرد بحث نقش شیعه را در پیش برد اهداف اسلام بیان می کردند و اینکه گروه شیعه از تمام گروه های دیگر هدف های عالی اسلامی را بهتر پیاده کردند و لذا چنانچه قرآن و روایات اهل بیت گفتند این فرقه فرقه ناجیه هستند و فرقه های دیگر فرقه ناجیه نیستند. حالا یکی دیگه از برنامه ها، برنامه ششمی که امروز انشاءالله میخوایم پیاده کنیم اینه که یکی دیگر از هدفهای مهم اسلام جهاد و تلاش و کوشش و فعالیت برای پیش برد دین و برای جلو بردن زندگی جامعه و مردم است و در این راه هیچ کس بهتر از شیعه فعالیت نکرده و تنها ائمه شیعه و پیروان ائمه اطهار علیهم صلوات الله توانستن با تلاش و کوشش و جهادشون دین خدا و خلق خدا رو یاری کنن. این بحث امروز ماست. حالا با اجازتون اول چند کلمه من درباره این موضوع عرض کنم که جهاد در اسلام چقدر مهمه. اولا جهاد به معنی جنگ تنها و کشت و کشتار نیست. لفظ جهاد به معنای کوشش کردنه، تلاش کردن است. کسی که در یک مسیری با دست و زبان و چشم و گوش و تمام اعضای وجودی خودش و با مالش یک کسی رو یاری کند میگن این جهاد کرده، این مبارزه کرده، این فداکاری کرده. یک قسم از اقسام جهاد جنگ در میدانهای نبرد است و روبرو شدن با دشمن، که البته اون خیلی ثواب داره، چنانچه سایر اقسام دیگر جهاد هم دارای ثواب بسیار مهمه. اسلام میخواهد مسلمانها را اینجور تربیت کند که هر امکانی که خدا در اختیار شما گذاشته شما باید از اون امکاناتتون استفاده کنید، فی سبیل الله، در راه خدا. در راه خدا چه کارایی رو میگن؟ در راه خدا کشتن دشمن خدا کار در راه خداست، یاری کردن دوستان خدا
کار فی سبیل الله، کمک کردن به جامعه کار فی سبیل الله، درس دادن، درس خوندن، کتاب تألیف کردن، دختران بدون شوهر رو شوهر دادن، پسرانی که سرمایه ندارن سرمایه دادن، اینا همش جهاد فی سبیل الله هست، با مال یا با جان. قرآن مجید می فرماد الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله. اونایی که مؤمنن و اضافه بر ایمانشون مهاجرت میکنن، از اون طرف و اون طرف میرن بر فعالیت کردن و کوشش میکنن در راه خدا با مال و جانشون، اینها از تمام افراد مسلمان ها درجه و مقامشون بیشتر و بالاتره. این صریح قرآن مجیده. حالا هر انسان با ایمان به هر اندازه ای قدرت داشته باشد، از نظر جانی یا از نظر مالی به مردم خدمت کنن، کل متشحت دمه فی سبیل الله، مثل اون کسی است که خونش را در راه خدا ریخته است، مانند خون دادن در راه خداست. ما میبینیم اون چه خدمت به اجتماع حساب میشود، اسلام اینا را اسمشو گذاشته جهاد، و ما مأموریم جامعه خودمون را از نظر دینی، از نظر مالی و از جهات دیگر یاری بدیم و کمک کنیم. حالا هر اندازه میشه، این وظیفه انسانی ماست. حتی در اینجا فرق نگذاشتن که جامعه شما همشون شیعه و مسلمان باشن یا نه، یعنی ما از این تعبیرهای قرآن استفاده میکنیم. اگر در جامعه ما اقلیت‌های مذهبی هم وجود دارند، تا اونجایی که ما میتوانیم باید به اونا خوبی کنیم، که این صریح قرآن مجیده. میفرماد ای افراد با ایمان، انحراف یک عده‌ای از دین شما نباید موجب بشود که شما با اونا با بی‌عدالتی رفتار کنید، با اونها هم باید با عدالت رفتار کنید، اونها را هم کمکشون کنید. یک انسان کامل مسلمان اون انسانی است که در کمک به جامعه و مخصوصا مستمندان و فقراء جامعه فرقی بین اونها نگذره، امتیازی برای اونا قائل نشه، همه را با چشم برادری و انسانیت نگاه کنه. این هدف عالی اسلام است که ما اینجوری تربیت بشیم. حالا با اجازتون من یه چند تا دونه روایت برای اینکه قلبتون انشاءالله روشن بشود از ائمه اطهار به عرضتون برسونم. اینها روایات خیلی ارزنده ایست و مطالبی است که ما امروز به او احتیاج داریم. یعنی اگر این کارایی که گفتن ما انجام بدیم، ما نجات پیدا می کنیم. اما اگر این دستوراتی که به ما داده اند به خصوص در آخر الزمان اگر به او بی‌اعتنایی بکنیم، عذاب حتمی الهی سر راه ماست. مگه عذاب چیه؟ سیل در یه مملکت این طور ویران کند یک جاهایی را و از بین ببره، این عذاب نیست؟ آیا این ضرر اقتصادیش به شما نمیخوره؟ به شخص شما هم این ضرر وارد میشود. اگر چنون که در کرمان یه خانه خراب شده است، وضع و برنامه زندگی جامعه اینه که به شما لطمش وارد میشه. اون مسئله معروفی که اون دانشمند بزرگ فیزیکدان زده است خیلی حرف جالب عالیه.
یه عالم فیزیکدان میگه اگر در کنار یک اقیانوس شما بایستید و یه دونه سنگ بندازید تو این اقیانوس، نگاه که میکنید چهار تا موج جلوی شما پیداست، اما موج این سنگ تا اعماق این دریا رفته است، یعنی تمام ذرات آب خبر شده اند که این سنگ اینجا افتاد. یعنی موج وقتی برمیداره هی تنه میزنه به بعدیاش، لطمه به بعدیا میزنه. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ما نباید بگیم که بیچارا بنده خدا چه عذابی برشون پیدا شده، باید بگیم چه عذابی برای همه ما پیدا شده است. و این گوشهاش از خدا نشون میده، میگه شما هر کاری دلتون میخواد بکن، هر گناهی دلتون میخواد انجام بده، و بگید حلال شد. اما اون چنون خدا چوبشو بهتون میزنه که ربتون یاد کن که دیگه با خدا نجنگ. حلال خدا را تا دامنه قیامت حلال بدونید، حرام خدا را تا دامنه قیامت حرام بدونید. قرآن مجید میفرماد ما از چهار طرف یا شش طرف میتونیم شما را گرفتار عذابتون بکنیم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. خدا عذاب میکند و عذابش هم یه طوری است که تدریجا انسان را مثل شمع آب میکنه، جامعه را اینجوری از بین میبره. خلاصه حالا ببینیم امام علیه السلام چه میفرماید. اگه ما این کاری که اینا گفتن عمل بکنیم، این عذاب برای ما نیست، اما اگه مخالفت کردیم چوب میخوریم. قال علی علیه السلام جاهدوا فی سبیل الله به ایدیکم فإن لم تقدروا به السنتکم و این لم تقدروا فبقلوبکم. در کتاب بهار جلد 100 صفحه 49 می فرماید کوشش و تلاش کنید در راه خدا، اگه میتونید با دستتون، با دستتون که کارهای زیادی میشه با دست کرد، تمام خدماتی که به این اجتماع میتونه انسان بکنه با دستش میتونه انجام بده. زراعت کردن، کسب کردن، بار برداشتن، کمک کردن به مردم، نه همین با دست انجام میگیره تا برسه به کشتن روشون. حالا اگه نمیتونید با دستتون به مردم کمک کنید، دست هم نشانه قدرت آخه، اگه قدرت ندارید با مال و جانتون به مردم کمک کنید، تا به ادسنتکم با زبانتون کمک کنید. یه کسی که منحرفه بهش بگید را که داری میره اشتباهه، یه کسی که دروغ میگه بهش بگید دروغ نگو، زیبنده براتون نیست. یه جایی که غیبت میکنن بگید غیبت نکنید خوب نیست. یه جایی که نفهمید و نرسیده پشت سر مردم حرف میزنن بگو آقا چی کار به این کارا داری، تو که اهل این فن نیستی که این حرف هم داری میزنی. این یه نوع جهاده، این یه نوع تلاش است برای یاری دین خدا و جلو بردن جامعه و مردم در رشد و ترقی دادن به اون. با زبانتون به اونا کمک. حالا اگه با زبانتونم نمیتونی، با قلبتون بدخواه برای مردم نباشی، دلتون بخواد مردم خوب باشه زندگیشون، دعاشون کنید با زبانتون، در دلتون بگید خدای این جوان از اول سنش راه به جایی ندارد براش خوش مقدر، دیگه به این امزی که آدم میتونه که با قلبش به مردم کمک. باید ما تلاش کنیم در این مسیر، حالا به هر اندازه توانستیم، اگر اون راه اول توانستیم با اون راه، نتوانستیم مرحله دومش را، نتوانستیم مرحله سوم را. اینا را همه را بهش چی میگن؟ جهاد، تلاش، کوشش، فعالیت کردن برای جامعه و اونا را نجات دادن.
این یه روایت. یه روایت دیگه مولا امیرالمومنین چهار مطلب میفرمان، خیلی عالی است این چهار مطلب. دلم میخواد انشاءالله با تمام وجودتون این چهار مطلب رو بهش توجه بفرمایید، برای هممون مفید خواهد بود. آقا میفرمان جهاد و کوشش فی سبیل الله چهار جور ما داریم. ببین کدامش میتونه عمل کنه. میفرماد الجهاد و اربع و شعب. بعد میفرماید علل امر بالمعروف و نهی عن المنکر و صدق فی المباطن و شنعان الفاسقین. هر چهار شعبه جهاد الان بر ما امکانش هست. فرمود یه نوع از جهاد و کوشش و تلاش در راه جامعه در درجه اول اینه، الامر بالمعروف، این که مردم رو دعوت کنی به خوبی ها. به یه کسی که بیکاره بگو برو دنبال کار، به یه کسی که بی سواده بگید برو دنبال درس خوندن، به یه کسی که درست روش نگرفته بگو برو تا درست بگید و همسالون. این یه نوع. امیرالمومنین میفرماد اگر با قسم اول جهاد کردی که با امر به معروف کردن باشه، پشت انسانهای مؤمن رو محکم کردی. یعنی آدم های مؤمن میرن قهرن دنبال کار خوب، چون امر به معروف دعوت کردن مردم به خوبی هاست. هر چه برن دنبال خوبی ها و کمالاتشون بیشتر بشه، ارزششون در جامعه ها بیشتر میشه. هر چه کار خوب کمتر بکنن، ارزششون در جامعه ها میاد پایین. شما با امر به معروف ارزش جامعتون رو بالا ببرید. این که امکان داره؟ طوری نی. راه دوم میفرماد و نهی عن المنکر. راه دوم نهی از منکر کردن است. و نهی از منکر چه اثری داره؟ رغم و انفل منافقین. اگر چنون چه خواستی دشمن سرسخت خودت را دماغشو به خاک بمالی، نهی از منکر بکن. مولا امیرالمؤمنین از دیر زمان این مطالب رو جلوشو گرفتن. تازه نیست این حرفا، خیلی این حرفا سابقه داره در اسلام. راهشو اونا گفتن، ما شتر رو گم کردیم پی مهارش میگرد. توجه کردیم؟ اسلام از اون روز گفته بابا اگر در میان جامعه نهی از منکر رواج پیدا کرد، در هر فرد فرد از مردم، نه افراد خاصی ها، هر فرد فرد از مردم خودشون رو مسئول دیدن یه کار زشتی که میبینن نهی کنن، پشت دشمنان ما شکسته میشن و اینا نمیتونن در ما خواب ببیننده بشنن تحریزی برامون بکنن. عالی ترین تعبیر از این فرمایش امیرالمومنین که جهاد به وسیله نهی از منکر کردن پشت منافقین رو میشکند و نمیذاره دشمنان شما کارشون انجام بدن. پس جهاد نوع دوم چی شد؟ نهی از منکر. جهاد سوم میفرماد و صدق فی المباطن. الله اکبر، خیلی جمله زیباست. صدق اصولا به معنی راستی در گفتار را میگن، راست گفتن. اما صدق یه معنی عام میداره، یعنی در همه جا صاف باش. همه جا، در معاشرت، در معامله، در مسافرت، در حضر، در عبادت، در نمیدونم درس خوندن، در درس دادن، در معاشرت با زن و بچه، همه جا. این یه نوع جهاد است، یعنی کار مشکلیه، واقعا مشکله که در همه جا انسان صاف باشه. اما اگر انسان کوشش کرد که در تمام امور صاف باشن،
هم خودش راحت میشه، هم جامعه او راحت میشن. امیرالمومنین میفرماد جهاد صدق در مواطن است. در هر جایی در هر موردی صاف باشی با خدا و با خلق خدا، این بزرگترین خدمت به جامعه است که انسان اینطوری باشه. وقت متقابلا مردم هم با ما همینطور خواهند بود. حالا امکان داره دی افراد رذلی پیدا بشن مخالفت کنن با انسان، اما معمولا انسان‌های دیگر هم در معاشرت با انسان اونام صاف خواهند. اینم مورد سوم که حالا نمیخوام زیاد شرح بدم. چهارم، نوع چهارم مبارزه و جهاد و تلاش و کوشش در راه اجتماع میفرماید و شنعان الفاسقین. یکی از راه‌های جهاد اینه که آدم با آدمای بد، با آدمای گناهکار، با آدمای فاسق که برخورد کرد سرزنششون کنه. یعنی یه کاری بکنه که بفهمن اینا کار بدی کردن. یه نوع جهاد امیرالمومنینه که بفهمونی به آدم بدکار که این کارتو بده. اینم یه روایت. یه روایت دیگه براتون عرض کنم انشاءالله. این روایت هم برای آقایون عرض میکنم، یه روایت کوچولو هم برای خانوم عرض میکنم و قسمت اول عرضمو تمام. و اما آقایون، مردی آمد خدمت امام محمد باقر صلوات الله و سلام علیه. عرض کرد آقا جان انی ضعیف العمل قلیل الصلاة قلیل الصوم ولکن ارجو ان لا آکل الا حلالا ولا انکه الا حلالا. یه مرد اومد خدمت امام باقر عرض کرد آقا من کارای عبادتی رو در شوخت ضعیفم، نماز میخونم اما همون اندازه واجب، روزم میگیرم اما به اندازه واجب، ولی دلم میخواد مال حلال تو خونم ببرم و از مال حرام گریزان باشم و نزدیکی حلال هم بکنم زنا نکنم. من گرچه نماز و روزم همون اندازه واجبه، زیاد نماز و روزه نمیخونم، اما دلم میخواد مال حلال تو خونم ببرم و دلم میخواد با زن حلال رفت آمد داشته باشم. حضرت فرمود مگر جهاد فی سبیل الله غیر از اینم هست؟ بالاترین نوع جهاد شما مردم امروز اینه که نون حلال تو خونتون ببرید. این بالاترین نوع جهاده. ولذا امام علیه السلام می فرماید الکاد دل ایالهی، اونی که برای زن و بچش زحمت می کشه نون حلال برشون ببره حکم مجاهد فی سبیل الله رو داره. و واقعا کار مشکلی ما که خودمون میدونیم که نون حلال تو خونه بردن چقدر کار مشکلی الان. اما با اینکه مشکله، خیر در همونه، نمیخواد بترسی، همون خیلی عالیه، همون میمونه براتون، درد سر نداره، مکافات نداره، امتحان کن. ابتدایش ممکنه بترسی، بگید خرج دخل به هم نمیخوره، چاره ای نداریم جز این که این کارو بکنیم. چرا؟ تمام چاره ها دست خداست. شما هیچ چاره نمیتونید. نه شما، هزاران درجه انسان ها بالاتر از شما عرضه هیچ کاری نداره. هیچ. مولا امیرالمومنین روحی له الفدا میفرماد این انسان اونقدر ضعیفه که اگه یه ذره قضا بیفته تو مجرای تنفسش خفش میکنه و کاری نمیتونه بکنه. غیره اینه؟ ما بتونیم روز بر زن و بچه اون ببریم؟ ما بتونیم کاری بکنیم؟ العیاذ بالله. خدا این کار میکنه، خدا هم حلالش رو برای آدم میرسونه. هر چه حروم انسان رفت دنبالش از کیسش در رفته، وزر و عبادش گردنش میمونه و به امیر المومنین لذتش هم نمیبره. لذت چه نمیبره؟
امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرمان بهترین جهاد و مبارزه و کمک به اجتماع اینه که مال حلال تو خونت ببرید. و شما ببینید وقتی مال حلال خواستید تو خونتون ببرید به بچه‌هاتون چقدر خدمت کردید. بچه‌هاتون دیگه شقی بار نمیان، مخالفه با خدا بار نمیان، درنده بار نمیان، دعوا نمیکنن، جنگ با کسی نمیکنن، اذیت به مردم نمیکنن، جامعتون هم از دستتون راحته. میشه جهاد فی سبیل الله. و اما برای خانوما جهاد فی سبیل الله چیه؟ جهاد فی سبیل الله تنها این نیست که برن جنگ، جنگ که برای زن واجبه. امیرالمؤمنین میفرماد جهاد المرأته حسن التبعل در کتاب بهار جلد 10 صفحه 99 میفرماید بهترین جهاد از برای زن خوب شوهرداری کردن است. یعنی یه نوع کمک به این اجتماع و کمک به انسانیت اینه که زن خوب شوهرداری کنه. اگه زن خوب شوهرداری کرد سرمشق برای زن دیگه میشه، خونهای دیگر مردمم آرام میشه. توی یه کوچه یه زن ناجور که پیدا شد و دعوا کرد با شوهرش و سر صداشون بلند شد، یقیناً همسایه‌ام یاد میگیره، اون دومی هم یاد میگیره، تمام اهل کوچه یاد میگیرن، محلم یاد میگیره، مثل روغن پهن میشه. قبول داری؟ تا اینجا ما چه نتیجه رسیدیم؟ تا اینجا میخواستم عرض کنم جهاد یکی از اهداف و هدفهای زیبای اسلام و جهاد یعنی کمک کردن و تلاش کردن و کوشش کردن در راه جلو بردن دین خدا و خلق خدا. حالا به هر طوری آدم بتونه، اگه کسی جهادگر شد، اگر کسی برای خدا و برای جامعه زحمت کشید، قرآن درباره چی میگه؟ در سوره توبه آیه 20 به بعد خداوند متعال میفرمایند الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون. اونایی که ایمان به خدا آورده اند مانند علی بن ابی طالب و مهاجرت کردند در راه خدا مانند علی بن ابی طالب که برای اشاعه دین خدا از مکه به مدینه و از مدینه به جاهای دیگر میره من و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم و با مال و جانشون در راه خدا جهاد و تلاش و کوشش میکنن، اجر اینا از تمام مردم بالاتر است و اولئک هم الفائزون. و تنها اینا پیروزن و بس، کسی غیر اینا دیگه پیروز نیست. یبشرهم ربهم برحمه، خدا بشارت میدهد به اینها که رحمت خدا بر اینها باد و خدا بهشت های جاویدان را بر اینها قرار داده، خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم، خدا بهشت جاویدان به همیشه گیره بر اینها قرار داده و اجر عظیم برای ایناست. این آیه درباره کی نازل شده که میگه فقط اینا پیروزند و بس؟ اینا درجهشون از همه بالاتره؟ سنی ها میگویند این آیه طبق فرمایش رسول اکرم درباره علی ابن ابی طالب و شیعیان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه درباره اینا نازل شده. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه. به این نتیجه رسیدیم که هر کس
برای خدا و در راه خدا تلاش و کوشش کنند تا دین خدا و مردم رشد پیدا کنند، درجهش از همه بالاتر است و تنها اینا پیروزند. اول روایت براتون بخونم تا بعد بیام تو صفحات تاریخ. در زیر همین آیه، در تفسیر همین آیه‌ای که مورد بحث است، بعضی ها نقل کردن از علمای اهل سنت، از جابر بن عبدالله انصاری. جابر میگوید کنا جلوسن عند رسول الله، ما در خدمت پیامبر اسلام نشسته بودیم. از اقبل علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب از در وارد شد. فلما نظر الیه، وقتی نگاه کردن پیغمبر به علی بن ابی طالب، فرمودن قد اتاکم اخی، برادرم آمد. ثم التفت الی الکعبه، بعد پیغمبر نگاه کردن به کعبه. خوب گوش کن، سنیم پیغمبر نگاهی کردن به کعبه و فرمودن و رب هذه البنیه، قسم به خدا و صاحب این ساختمان و این بنیان عظیم، این نهاذا، این علی و شیعیان علی در قیامت فقط پیروزن و بس. سنی از قول پیغمبر نه، که فقط علی و شیعیان علی ابن ابی طالب پیروزن در قیامت و بس، برای اینکه اینا هستند که آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. اینا توانستن این هدف بزرگ اسلام را در جامعه های خودشون پیاده کنن. بعد پیغمبر روشون کردن به ما و فرمودن اما والله، به خدا قسم، علی اولین کسی است که ایمان آورد به خدا، از همه پایدارتر است به امر خدا، از همه شما به عهد الهی بهتر وفا می کنند، از همه شما بهتر حکم و قضاوت می کنند، از همه شما عادلتر است و در نزد خدا امتیازش از همه شما بیشتر است به مقام مقدس امیرالمؤمنین. و به جان علی ابن ابی طالب، این حرف اگر از دهان مبارک پیغمبر بیرون نیامده بود و این سنی ها نقل نمی کردن، من نمی گفتم، اما خود اینا دارن میگن فقط مزیت برای علی ابن ابی طالب است و بس. چرا؟ میان تو صفحات تاریخ ببینیم کی خدمت کرده به جامعه؟ آیا با زبانش کسی مثل علی به جامعه خدمت کرد با این همه علم و کمال؟ دوم شدیه، آیا کسی عادلانه تر از علی در میان تمام جامعه ها زندگی کرد؟ دوم شدیه علی، آیا عبدالملک مروان، یزید ابن معاویه، حجاج ابن یوسف ثقفی و امثال اون، اینا عادل بودن و به مردم خدمت کردن با عدالتشون، یا علی؟ کدام از خلفا رفتن باغ درست کنن، درخت بنشانن، نخل بنشانن، بعدم بیان بفروشن باغ را، بدهن به فقرا و بیچارگان و بعدم دامنش تکون بده آقا و بگه خدا یا تو شاهدی، اون چه که به دستم آمد از فروش باغ در راه تو به فقرا و مستمندان داد. کدومشون این کار کرد؟ کی علی ابن ابی طالب یک درهم از مردم گرفتن و به دیگری صدقه بدن؟ عمر از کیسه خلیفه میبخشید، از بیت المال، اما علی نه، از دست رنج خود میبخشید.
چی در دنیا مانند علی ابن ابی طالب در مقابل دشمنان خدا ایستاد که دشمن وقتی نام علی رو در میدان جنگ میشنید بدنش به لرزه در میام. کدام از اصحاب پیغمبر مثل علی بودن و با رفتن در میدانهای جنگ و پیکار خدمت به اسلام کردن؟ کدام از صحابه پیغمبر جان پیغمبر را نجات دادن از مرگ؟ در جنگ احد تنها دلاوری که میماند و همه فرار میکنند علی ابن ابی طالب است. خود سنی ها میگن عمر و ابابک فرار کردن تا سه روز در یه طویله مخفی بود. این علی بود که بالای سر دره احد ایستاد و شمشیر زد تا وقتی که جبرئیل آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. کدام از اصحاب پیغمبر بودند نسبت به بیگانگان مهربانی کنند جز علی، مرد فقیر بدبخت یهودی یه بار گندم آورده بفروشد دم دروازه ریختن دورش الوات مدینه، گندم رو ازش گرفتن و الاغش هم گرفتن برداشتن بردن. این بیچاره چرو کرد گریه کردن تو کوچه مدینه را بیفته. آقا امیرالمومنین بهش رسیدن فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفت یه همچین جرایان برام اتفاق افتاده. فرمود از کدوم طرف رفتن اینا؟ گفت از این طرف. آقا اومدن اونا رو پیدا کردن، گندم این بابا رو گرفتن ازش، از اونا گندم رو برداشتن بردن اونجایی که گندم را میخریدن، گندم را براش وزن کردن، پولش را برای پیرمرد تحویل گرفتن، دادن دستش، آمدن تا دم دروازه دنبال این یهودی روانش کردن، برگشتن تو مدینه. یهودی فقط پرسید آقا اسم شما چیه؟ فرمون اسم من علی است. همین. این یک انسان، یک انسانم میشه مثل معاویه، اونم به اصطلاح جانشین پیغمبر بود. نامه می نویسد به بصر ابن ارتات و در این نامه این جمله رو می نویسه. من این جمله رو از مورخین براتون عرض کنم، جمله خیلی عجیبیه. می نویسد یک لشکر خیلی مهم می را می فرسه معاویه دنبال بصر ابن ارتات و به او می گوید اقتل کل من کان فی طاعت علی. گفت هر کس از شیعیان علی رو دیدی بکش. این بصر ابن ارتات ناجوانمرد اونقدر کش از دوستان علی ابن ابی طالب در مدینه و در یمن و در بین راه مدینه و یمن که حد و حساب نداشت. مورخین یه اشخاصی مثل صاحب استیعاب ابن عبدالبر که از بزرگترین مورخین اهل سنته میگه ما نمیتونیم عدد کشته هایی که بصر ابن ارتات به دستور معاویه کشت معین کنیم چقدره. میگه هر چه شیعه علیس بکش. اون علی ابن ابی طالب که اونجور رفتار میکند با یهودی، اینم معاویه که اینجور رفتار میکنه با مسلمان، شیعه علی رو بکش. یه آقایی بود در یمن به نام عبید الله ابن العباس. این آقا دو تا بچه داشت. بصر ابن ارتات وارد شد در یمن، خواست به جنگ با عبید الله. عبید الله دید نمیتونه با این مقدار لشکر به جنگ، اگه خواست به جنگ مسلمین کشته میشن بدون جنگ. رفت دو تا بچه هاشو گذاشت پیش این مرد کنانی. این دو تا بچه 6 ساله و 8 ساله بودن.
وقتی بسر ابن ارتاد فهمید عبید الله ابن عباس رفته و بچه ها رو گذاشته از پیش اون مرد کنانی، اومد در خونه اون مرد کنانی با ساز و برگ جنگی و لشکرش، گفت زن و بچه عبید الله کجان؟ گفت چیکارشون داری؟ گفت میخوام سر بچه هاشو از بدن جدا کنم. گفت بسر ابن ارتاد همینقدر بهت بگم، تا من هستم هیچ کاری اینطوری بکنم. شیعه علیه زیر بار نمیده که. گفت تا من هستم هیچ کار نمیتونی بکنی مگر اینکه من نباشم. بسر ابن ارتاد دستور داد اولی مرد رو کشتنش، بعد دوتا بچه را آورد در مقابل مادرشون. هرچی این مادر التماس کرد بابا نکش اینا را، اینا آخه چه گناهی دارن؟ گفت دستور معاویه است. در مقابل مادر سر دوتا بچه را از بدن جدا کرد، سر را برداشت و برد، تن را انداخت در مقابل مادرشون. ببینید اینا کیان؟ حالا آیا پیروز و ناجی گروه شیعه نباشند؟ جا دارد که خدا و پیغمبر بفرمان تنها شیعه و طرفداران علی ابن ابی طالب و علی ابن ابی طالب ناجی و پیروزند و بس؟ آقا امیرالمومنین جان و مال خود را در راه خدا نثار کردند، هیچ کس مانند علی جهاد نکرد. این خصلت و خصوصیت را آقا به فرزندان عزیزشون دادن. ببینید امام مجتبی و جهادشون را، ببینید امام حسین و جهادشون را، دیگه چه فداکاری بالاتر از این که انسان یه بچه شیرخواره رو روی دست بگیره صدا بزند مردم اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الرَّبِّ. مردم من که برای خودم چیزی نمیخوام، من که حکومت نمیخوام، من میخوام شما از زیر بار ظلم نجات پیدا کنی. این بچه من در این راه نثار میکنم، اما مردم ببینید این بچه چگونه از تشنگی داره دست و پا میزنه. بیایید یک جرعه آب به گلوی بچه برسانی. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب مضطر اذا دعا ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء. خدایا به حال پریشان ابی عبدالله، خدایا به مادر داغ دیده یعنی اصغر، خدایا به مظلومیت ابی عبدالله. نسألک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک
الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ولد الحسین الها به حقشون مرا ببخش و بیامرز، توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما. خدایا به حق علی اصغر هر کجا مریض و مریضه و طفل منظوریست، مریضایی که سفارش شدن، به حق فاطمه زهرا شفا عنایت بفرما. مشکلات زندگی ما رو اصلاح بفرما. امام زمان ما رو یاری بفرما. و عجل فی فرجه و ظهور